شبنم جان هستیم، یکی از اعضای انجمن بختیاری. سلام شبنم جان، روزتون بخیر. سلام عزیزم، مرسی، خدا رو شکر برای وجودتون. مرسی ممنون. میشه لطفا یکم از فعالیت امروز انجمن بختیاری بر ما بگید و سیزه بدن؟ من اول تشکر میکنم از رادیو نشاط که همیشه به ما خیلی لطف خاصی داشته و بله امروز یه برنامه است برای حقیقتا ما قدرمون اینه که تمام هموطنامون دور هم دیگه جمع بشن و با کالچر ما هم از نزدیک بیشتر آشنا بشن، با قوم بختیاری که ما یه گروه خاص، گروه کوچکی هستیم تو ایران در اصل، ولی دوست داشتیم که پروموت کنیم یه جورایی فرهنگمون رو. ادب خدمت جناب نیک شهنی هستیم، مسئول برگزاری و انجمن بختیاری های ملبورن استرالیا. سلام، حال شما؟ عزیزم منم سلام عرض میکنم. من الان شما میگیم مسئول انجمن بختیاری ها، من یه ولنتیر در یکی از اقوام ایرانی که داریم تلاش میکنیم با هم دیگه بتونیم ایرانی ها رو کنار هم دیگه جمع بکنیم، در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم، هستم خدمتتون، ارادت دارم. میشه لطفاً نیک جان در مورد فعالیت امروز بختیاری ها، در مورد غرفتون و در مورد 13 بدر برام یه توضیح بدید؟ ممنون. عزیزم به نام خداوند کیان، ما حقیقتاً سال هاست که تقریباً فکر میکنم این نهمین جشن 13 بدریه که توسط انجمن بختیاری ملبورن استرالیا گرفته میشه و ما تقریبا چیزی حدود سه ماه و نیم تو پروژه این برنامه بودیم تا تونستیم تمام مجوزاتش رو بگیریم و هدفمون هم از این برنامه اینه که بتونیم همبستگی و اتحاد رو بین ایرانی ها کنار همدیگه داشته باشیم. بسیار عالی. یه دروغ در مورد 13 بدر برام میگید که فان باشه؟ کارمون خیلی آسون بود. خیلی ممنون، شکر خدا برای وجودتون، امیدوارم که بهتون خوش بگذره و ممنون برای تمام زحمتایی که شما امروز کشیدید که تمام مردم اینجا واقعا کنار هم جمع بشن و بهشون خوش بگذره. منم تشکر میکنم از شما و تمام بچهای ولنتیری که کنار ما هستن، ارگانایزیشنایی که کنار ما مثل کانون ایرانیان، خانه ایران، مدرسه ایرانی و MIC و دیگر عزیزانی که همیشه لطف دارن و همیشه قدم برمی‌دارن برای اینکه بتونن ایرانی‌ها رو کنار همدیگه داشته باشن و با شادی و دل خوش بتونیم همیشه کنار هم جشن بگیریم. متشکریم از شما. Deputy Mayor of the
of Banyul Council, which is, we're based in Banyul at the moment. Hello, how are you today? Yeah, good, thank you. Yeah, what do you think about this Iranian celebration that you are here? Yeah, very good. We're very honored to have the celebration here. And does it happen every year? Every year. Yeah, and here in this location or in different parts of Melbourne? I believe, yeah, this part of Melbourne celebrating. And there was another one, but I'm not sure about that area, but this is the main event that we celebrate. Yeah, wow. Well, that's terrific that you decided to have it in Banyul. And we're very honored to have the celebration here. So do you think in future we can do any collaboration with the Council of Banyul and our community for having a bigger event? Absolutely. And we know that a lot of Iranian community is moving into Banyul. We see that in the citizenship ceremonies. A lot of people coming from Iran and settling in Banyul. So I think the community is getting bigger in our city, and definitely we can collaborate. I think I noticed that the council isn't here officially, but I think in the future we would love to be here officially. So we can definitely do that. That's very good to hear, Bam. We are happy to have you here and honored as well. Hope you enjoy today with your family and having fun. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Thank you. سلام، روز شما بخیر. میتونم از شما بپرسم یه دروغی برای 13 بدر؟ امروز 13 بدره. امروز 13 بدره. خیلی ممنون، متشکرم که خدا برای وجودتون. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین. میتونم بپرسم شما امروز چیکار میکنید؟ امروز اومدیم با همراه خانواده و دوستان یه تایم خوبی رو داشته باشیم. خب یه دروغ برای 13 بدر. دروغ؟ امروز 13 بدره. خیلی ممنون، بهتون خوش بگذره. سلام عزیزم. صحبت میکنم؟ صحبت میکنم. حال شما خوبه؟ متشکرم، مرسی. میتونی یه دروغ برای 13 بدر به ما بگی؟ دروغ 13؟ من امروز نیومدم اینجا. خیلی نیستی عزیزم، امیدوارم بهتون خوش بگذره. قربونش. دوستانمون از غرفه رستاخیز هستیم. شکر خدا برای وجودتون. سلام عزیزم، روزتون بخیر. سلام ماه، مرسی. منم خوشحالم شما رو ببینم و خوشحالم که در کنار جمع دوستان و ایرانیای عزیز هستیم برای گرفتن جشن باستانی 13 بدر. خوشحالم که شما رو میبینیم. میشه لطفاً به ما بگید انگیزتون و برنامه غرفه رستاخیز امروز در جشن 13 بدر چی هست؟ غرفه رستاخیز هدفش این بوده که یه سری لوازم آورده برای فروش، برای خیریه بابا نانداد، برای برکت دادن به عزیزانمون در ایران، افغانستان و عزیزانی که توی ترکیه هستن، تا بتونیم کمک هموطنامون بکنیم و هم برکت بهشون بدیم، هم کسایی که خرید میکنن برکت بگیرن. بله، متشکر. توی غرفه فیس پینتینگ هستیم که بچه‌ها اومدن که برای جشن 13 بدر که بچه‌ها رو صورتاشون رو نقاشی کنن. با یه دوستمون اینجاییم. میتونید لطفاً به ما بگید 13 بدر برای شما یعنی چی؟ خب یاد ایران میندازه آدم رو، در واقع وقتی خارج از کشور این جشنایی که واسه ایرانه خیلی باعث میشه که باز حس کنی که توی ایرانی. میتونی یه دروغ برای 13 بدر بگی؟ هوا آفتابیه. هوا آفتابیه، بسیار عالی، بسیار زیبا.
How did you find this event today till now? Till now? Yeah. We've been here about an hour. So when we first drove in, was really surprised to see so many people and the music and the energy. So I'm looking forward to seeing how it unfolds. I'm here with Frank to represent Fire Rescue Victoria and engage with all the people. That's very good. Frank, how are you? Good, how are you going? Good. Can you tell us a lie about today? A lie about today? Oh, I don't like it. Yeah. How about that? Yeah, oh, mate, you said a lie. Yes. No, yeah. That's wonderful. What do you think about the event today? The event's good. It's a good learning experience for us because the Persian community is sort of an unknown community for us at the moment. So this gives Fire Rescue Victoria a great opportunity to engage and build relationships and probably partnerships. Thank you so much for your collaboration and thank you for being here. No worries. We are happy to have you again. Thank you. Thank you so for having us. We appreciate it. You too. Have a safe day. And I am enjoying myself. Thank you so much. I can't lie forever. Good on you. Thank you. قربون شما مرسی. میتونی یه دروغ برای سیستم به در بگی؟ والا اول میخواستم از آقای زهوری تشکر کنم و از شما که ساپورت میکنید این برنامه ها رو و از دوستان بختیاری که هر سال ما رو دور هم جمع میکنن و احساس هم اینه که الان تو وطن هستیم، هرچند دور از وطنیم، میشه که هرچی زودتر وطن ما از دست آخونده آزاد بشه و ما بتونیم برگردیم کشورمون این جشنهای باستانی رو اونجا بگیریم. سلام و عرض ادب خدمت تمامی عزیزان که ما رو تماشا میکنن. سزده بدر و نوروز رو برای همه شما عزیزان تبریک میگم. خیلی ممنونم از این برنامه‌ای که گرفتین، واقعا خیلی برنامه عالی هست با هوای عالی و دعوتم کردین، خیلی ممنونم. دستتون درد نکنه، مرسی. امیدوارم بهتون خوش بگذره. سلام آقا، حال شما؟ سلام. میتونم بپرسم شما دارید چی میخورید؟ تخمه. میتونی شما یه دروغ برای سیزده بدر به ما بگی؟ دروغ؟ ما سیتیزن شدیم. سیتیزن شدیم. خب انشالله که سیتیزن هم میشید. خیلی خوش بگذره، روز خوبی داشته باشید. قربان شما، برسیم. قربان شما. سلام، حال شما؟ سلام، حال شما؟ و سال نوتون مبارک. سال شما مبارک. خسته نباشین. خوشحالیم که شما رو اینجا میبینیم. شنیدیم که از یکی از خانم‌های هستین که مدالای طلای زیادی آوردن. در مورد مدالاتون برام توضیح میدین؟ واقعا توضیح بدم؟ این برنامه واقعا زب میشه. ما در تور کروز بودیم، اونجا رادیو نشاط دیدیم، آقای مسعود خان مسابقات برگزار میشد، بعد انواع اقسام مسابقات، مسعود خان مرتب همه طلاها رو درو میکرد. ما گفتیم بابا مسعود خان بزن یه بار یه خانوم مدال طلا ببره دیگه. به هر حال مسعود خان کوتاه اومدن و این دفعه ما مدال طلا رو بردیم. خیلی عالی. شما؟ متشکرم. سال نوتون مبارک. سال نو شما مبارک. میشه لطفا یه دروغ برای سیزده بدر به ما بگی؟ یک دروغ میخوام بگم آمریکا قرار به ایران حمله کنه. خیلی متشکرم، دروغ وحشتناکی بودم. خیلی ممنون از شما. قربان شما، مرسی. ممنون، مرسی. سلام خانم، حال شما خوب هستی؟ مرسی، ممنونم. سال نوتون مبارک. سال نو شما مبارک. میشه لطفا یه دروغ برای سیزده بدر به ما بگی؟ فکر کنم امروز آفتابی بشه. آمین که بشه. خیلی ممنون، بهتون خوش بگذره. مرسی، ممنونم. بقل از اون بر برم. سلام، حال شما؟ مرسی، خوبم. شما خوبی؟ مرسی. سال نوتون مبارک. سال نو شما مبارک. میشه لطف کنید یه دروغ بر سیزده بدر به ما بگی؟ یه دروغ سیزده. ایشالله سال دیگه همه تو ایرانیم. آمین باشه. خیلی ممنون. دروغ خیلی جذابی باشه. امیدوارم که دروغ نباشه. امیدوارم روز خوبی رو داشته باشید و بهتون 13 خوش بگذره. قربون شما. شما هم همینطور. مرسی. لطف کردید. سلام خانم. سلام، خوب هستی؟ ممنون، سال نوتون مبارک. مرسی، ممنون همچنین. خواهش می‌کنم، میتونم لطفاً ازتون بخوام یه دروغ برای 13 بدر به ما بگی؟
امروز هوا خیلی آفتابی و خوب بوده. عزیزم دروغ خیلی جذابیه، آمین که آفتابی بشه. بعد امیدوارم بهتون خوش بگذره. مرسی، ممنون. تا الان که خیلی خوب بوده. خدا رو شکر، خوشحالم. شما یه دروغ برای 13 به ما میگی؟ نمیدونم، همون هوا آفتابیه، نمیدونم. هوا خیلی گرمه فکر میکنم. آره. امیدوارم بهتون خوش بگذره. مرسی، ممنون. همچنین. سلام خانم، حال شما؟ سلام، حال شما؟ سالنوتون مبارک. سال نو شما مبارک. میتونم خواهش کنم یه دروغ برای 13 بدر به ما بگی؟ اگه میشه لطفا. خیلی غیر منتظره بود، نمیدونم الان چی بگم. هر چیزی که راحتی. نمیدونم، فراز تو میخوای بگو. من بگم؟ من به دروغگویی عادت ندارم، ببخشید. عزیزم، بهت خیلی خوش بگذره امروز. من استاد ماشین لباس شویی نیستم، در اصل هستم اتفاقا، این دروغ بود. اوکی، خیلی عالیه، خیلی متشکرم. سلام علیکم، حال شما خوب هستی؟ میشه خواهش کنم بایستید؟ به به، یکی از دوستان بختیاریمون خدمتتون هستیم. سالنوتون مبارک. سالنو شما مبارک. میشه لطفا یه دروغ برای 13 بدر به ما بگی؟ دروغ 13؟ نمیدونم. اوکی، خیلی ممنون، بهتون خوش بگذره. سلام. سلام، حال شما؟ زنده باشی، شما خوب هستی؟ سالنوتون مبارک. زنده باشی همچنین شما. میشه ازتون بخوام یه دروغ برای 13 بدر بگی؟ اینجا اصلا خوش نمیگذره بهمون. خیلی عالیه، خیلی متشکرم از شما، امیدوارم بهتون خوش بگذره. خواهش میکنم. سلام دایی، حال شما؟ دایی ممنون از سپاس گذارم. دایی خیلی خسته ای شما، خسته نباشید. بله دایی، ما از دیشب اینجا تدارک دیدیم که امروز یه جشن خوب و زیبا برای هموطنامون داشته باشیم. خیلی ممنون، شکر خدا برای وجودتون. میشه لطفا یه دروغ برای 13 بدر به ما بگید؟ دروغ بگم؟ یه دروغ اگه میشه برای 13 امروز. نمیتونم دروغ بگم دایی. خیلی ممنون دایی. نه خیلی ممنون دایی، امیدوارم بهتون خوش بگذره و خسته نباشید. مرسی، ممنون همچنین شما. با اجازت. سال نو مبارک. سال نو شما مبارک. میشه لطف کنید یه دروغ برای 13 بدر به ما بگی؟ یه دروغ 13. ان شاءالله سال دیگه همه تو ایرانیم. آمین باشه. خیلی ممنون، دروغ خیلی جذابی باشه. ان شاءالله که دروغ نباشه. امیدوارم روز خوبی رو داشته باشید و بهتون 13 خوش بگذره. قربون شما، شما هم همینطور. مرسی، لطف کردید. سلام خانم. سلام، خوب هستی؟ ممنون، سال نوتون مبارک. ممنون همچنین. خواهش می‌کنم، میتونم لطفاً ازتون بخوام یه دروغ برای 13 بدر به ما بگی؟ امروز هوا خیلی آفتابی و خوب بوده. عزیزم، دروغ خیلی جذابیه، آمین که آفتابی بشه. بعد امیدوارم بهتون خوش بگذره. مرسی، ممنون. تا الان که خیلی خوب بوده. خدا رو شکر، خوشحالم. شما یه دروغ برای 13 به ما میگی؟ نمیدونم، همون هوا آفتابیه، نمیدونم. هوا خیلی گرمه فکر میکنم. آره. امیدوارم بهتون خوش بگذره. مرسی، ممنون همچنین. سلام خانم، حال شما؟ سلام، حال شما؟ سال نوتون مبارک. سال نو شما مبارک. میتونم خواهش کنم یه دروغ برای 13 بدر به ما بگی؟ اگه میشه لطفا. خیلی غیر منتظره بود، نمیدونم الان چی بگم. هر چیزی که راحتی. نمیدونم، فراز تو میخوای بگو. من بگم؟ من به دروغگویی عادت ندارم، ببخشید. عزیزم، بهت خیلی خوش بگذره امروز. من استاد ماشین لباس شویی نیستم، در اصل هستم اتفاقا، این دروغ بود. اوکی، خیلی عالیه، خیلی متشکرم. سلام علیکم، حال شما خوب هستی؟ میشه خواهش کنم بایستید؟ به به، یکی از دوستان بختیاریمون خدمتتون هستیم. سال نوتون مبارک. سال نو شما مبارک. میشه لطفا یه دروغ برای 13 بدر به ما بگی؟ دروغ 13؟ نمیدونم. اوکی، خیلی ممنون، بهتون خوش بگذره. سلام. سلام، حال شما؟ زنده باشی، شما خوب هستی؟ سال نوتون مبارک. زنده باشی همچنین شما. میشه ازتون بخوام یه دروغ برای 13 بدر بگی؟
اینجا اصلا خوش نمیگذره بهمون. خیلی عالیه. خیلی متشکرم از شما. امیدوارم بهتون خوش بگذره. خواهش می‌کنم. سلام دایی، حال شما؟ دایی ممنون از سپاسگزارم. دایی خیلی خسته ای شما. خسته نباشید. بله دایی، ما دیشب اینجا تدارک دیدیم که امروز یه جشن خوب و زیبا برای هموطنانمون داشته باشیم. خیلی ممنون، شکر خدا برای وجودتون. میشه لطفاً یه دروغ برای 13 بدر به ما بگید؟ دروغ بگم؟ یه دروغ اگه میشه برای 13 امروز. نمیتونم دروغ بگم دایی. خیلی ممنون دایی. نه خیلی ممنون دایی، امیدوارم بهتون خوش بگذره و خسته نباشید. مرسی، ممنون همچنین شما. با اجازت. افروز جان هستیم از کانون ایرانیان ویکتوریا. افروز جان سلام، روزتون بخیر. سلام به شما، روز شما بخیر. خواهش میکنم میتونید در مورد غرفتون امروز در برنامه 13 بدر برای ما توضیح بدید لطفاً که چه فعالیتی دارید؟ حتما، این برنامه همونجور که همه میدونن به همت بچهای عزیز انجمن بختیاری ها امروز داره برگزار میشه. ما هم اینجا هستیم هم برای سپورتشون هم در کنارشون هستیم و سرویس هایی که کانون برای کامیونیتی داره، خدمات رو که ارائه میده رو برای همه اینجا هستیم که توضیحاتی بدیم اگر نیاز باشه و در کنار بچه های عزیز هستیم. جناب کامبیز رزمورا هستیم از کانون ایرانیان ویکتوریا. جناب کامبیز سلام، روزتون بخیر. خسته نباشید. سلام از بنده، حال شما خوبه؟ خواهش میکنم، متشکرم. مرسی اسم بنده یادتون بود. میشه لطفا از فعالیت کانون ایرانیان ویکتوریا در برنامه 13 بدر امروز به ما بگید؟ فعالیت ما اینه که چند تا استند اومدیم و اومدیم که سپورت کنیم که کامیونیتی بختیاری ها اینقدر زحمت کشیدن، جز کامیونیتی ما هستن و ما بتونیم اون پارتیسیپیت بکنیم توی اکتیویتی که دارن و به قول معروف توپ جمع کن باشیم براشون. بسیار عالی. آقای کامبیز میشه لطفا یه دروغ 13 بدر به ما بگید؟ یه دروغ 13 بدر؟ دروغ 13 بدر، خیلی اسم من اسقر. خیلی ممنون، امیدوارم بهتون خوش بگذره. از اینجا جوک پرایوت حالا پخشش نکنیم. این پخش میشه و دوستان همه اینو میبینن. خیلی ممنون از وقتتون، خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم. 13 بدرتون خوبی در بره. درست. با منیجر آفیسر ام‌آی‌سی هستیم. هورا جان سلام عزیزم، سال نوتون بخیر. سلام کفایت جون، مرسی. سال نو شما هم بخیر. میشه این توضیح در مورد 13 بدر بدید به ما که اینجا چیکار می‌کنید؟ نظرتون چی است؟ بسیار عالی، دور همی بسیار زیبا و قشنگ داریم از طرف انجمن بختیاری‌های عزیز ملبورن که این دور همی رو برای ایرانی‌های عزیز فارسی زبان‌ها ترتیب دادن. 13 بدر رو به همگی از طرف ام‌آی‌سی تبریک میگم. میشه لطفاً یه دروغ در مورد 13 بدر به ما بگید؟ من خیلی آدم دروغگوی خوبی نیستم، ولی من امروز جایزه نوبل رو بردم. عزیزم آمین که یه روزی جایزه نوبل واقعی رو ببرید. وای نه، هیچ چیزی غیر ممکن نیست. امیدوارم بهتون خوش بگذره. بهترین والنتری فکر میکنم کل ملبورن، فرشته جان لاجوردی که از بهترین ها. حال شما؟ مرسی ممنون. نظر چطوره؟ خوبه، متشکرم. نظرتون رو در مورد 13 بدر به ما بگید و این فعالیت از شما کفایت عزیزم و جناب زهوری عزیز که همیشه حامی همه هست. واقعا بهتون افتخار میکنم. ممنون. خیلی خوبه امروز، هوا خیلی خوبه و
جمع دوست داشتنی همه دوستا دور هم دیگه و یه نشاطی میده بهمون. بسیار عالی. شما یه دروغ در مورد سیزده بدر به ما میگید. یه دروغ؟ امشب مامانم داره میاد. عزیزم آمین که کار مامان درست بشه و بتونه بیاد اینجا. ما از اینجا به مادر سلام میکنیم، امیدوارم شما رو به زودی اینجا داشته باشید. ایشالله ایشالله. ممنونم ازتون. مرسی. سلام، حال شما؟ سلام. سلام، حال شما خوبه؟ سال نوتون مبارک، خسته نباشید. متشکرم. چقدر شما هنرتون زیباست، نظرتون در مورد سیزده بدر چی هست؟ سیزده بدر که یه سنت خیلی باستانیه و همه ایرانی ها مقید به اجراش هستن و باعث خوشحالی همه و بهانه خوبیه برای تفریح. بسیار عالی. شما یه دروغ در مورد سیزده بدر میتونید به ما بگید؟ خطم قشنگه. عزیزم ما قطعاً که خط شما زیباست و شکر خدا برای وجودتون. خیلی ممنون که با من شما لطف دارین، ولی منو قافه‌گیر کردید. خواهش می‌کنم. خوب نیستم تو مصاحبه. بسیار دارید. خواهش می‌کنم روز خوبی رو داشته باشید. ممنونم ازتون. با دوستان والنتریمون هستیم، آقای حسن، آقای کوروش کامکار و نیما جان. سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر باشه. مرسی، خسته نباشید. وقت شما بخیر. مرسی، خسته نباشید. در مورد سیزده بدر و فعالیت های امروز نیما جان توضیح میدید؟ به نظرم جذابه. من اون دفعه چهارشنبه سوری هم گفتم همین که کامیونیتی ایرانی انقدر خوب میتونن دور هم جمع شن و لذت ببرن، ما هم به عنوان والنتیر کیف میکنیم دیگه. متشکرم. شما آقای کامکار در مورد فعالیت خودتون، کاری رو که امروز مسئولیت شما دید، توضیح به ما بدید. سیزده بدر. والا من تو قسمت ترافیک امروز بودم، سعی کردیم که به همه کمک کنیم، ولی خب پارک مقدار محدودیت‌های خود شده، ولی خب تا اونجایی که بتونیم به همه کمک کنیم. خدا رو شکر. حسن جان شما یه چیزی در مورد سیزده بدر برنامه امروز دید دور همین؟ والا سیزده بدر عالی بود، اگه اینجوری ادامه بده داشته باشه خیلی خوبه. منم که میدونید دیگه همه جا هستم، هر جا که کمک بکنم. حسن جان همیشه همه جا هست. آره مینتنس. ممنون از شما. یه دروغ در مورد سیزده بدر برام میگی نیما جان؟ والنتیرامون امروز اصلا خوب نبودن. بسیار عالی، خیلی ممنون نیما جان. شما آقای کامکار یه دروغ در مورد سیزده بدر؟ والا من چیزی ندارم بگم، رادیو نشاد امروز اینجا نبود. حسن جان شما؟ من که اصلا دروغ نمیگم، ولی خب کار شما خیلی بد. خیلی ممنون از وجودتون. ممنون که با ما بودین. بهتون خوش بگذره. بعد که نگفتم. نه عالی بود، عالی بود. اینجا با غرفه اینفورمیشن رسپشن هستیم، بچه های رسپشن. فاطمه جان از فرس اید. سلام فاطمه جان. خوب هستین؟ شما نظرتون در مورد برنامه سیزده بدر؟ من تازه یک ساعت رسیدم و فکرم برنامه خیلی چاره‌ای بشه امروز. مردم زیاد اومدن، استقبال خیلی خوب خواهد بود، بعد برنامه رقصشون قراره شروع بشه. فکرم خیلی لذت ببرم همه. من که الان که دارم اینم خیلی برنامه شاد و قشنگه. فکرم خوب باشه، برنامه قشنگ باشه. یه دروغ در مورد سیزده بدر برای ما میگی؟ دروغی؟ قبل از اینکه بیام تو مسیر چهار نفر تصادف کردن، من مجبور شدم وایسم و کمکشون کنم. ممنونم، مرسی که با ما بودی. قربونت برم. خسته نباشی مریم جان، حال شما؟ ممنون، متشکرم. یه دروغ در مورد سیزده بدر به ما میگی؟ خواهش میکنم. دروغ سیزده بدر اسم من بگم. من دروغ ذهنم نمیمه. شما بگو لیلا جان. دیگه بارون نمیاد، هوا خوبه، بیایید. آمین که اینطور باشه. مرسی که با ما بودی. خواهش میکنم. بچه ها تیم هوپ والنتیر هستن. سلام، خسته نباشی. میگم که دارید خوشمزه میخواید. نظرتون در مورد غذاها چیه؟ غذا خوبه، روز فوق‌العاده‌ایه و امیدوارم که واسه همه عزیزان همینقدر شادی بخش و خوب باشه. بسیار. یه دروغ در مورد سیزده بدر به ما میگی؟ بله، ما کباب اختیاری داریم میخوریم. میشه جان. خب بهتون خوش بگذره، مزاحم غذاتون نشید. خواهش می‌کنم. خیلی عالی. سلام، خسته نباشین آقای علیرضا. خوب هستین شما؟ مرسی. یه دروغ در مورد سیزده بدر به ما میگید؟ یه دروغ؟ یه دروغ فقط. میدونم دروغ زیاد هست، یه دروغ بگید. دروغ من اینه که امروز غذای سرد بهمون دادن. خیلی ممنون، مرسی که با ما بودید. بهتون خوش بگذره. ممنون شما. با سارا جان هستیم، یکی از اپریشن کوردینیتورهای برنامه امروز. نظر سارا جان؟ سلام، خسته نباشید. سلام که باید جان، مرسی از حضور شما و آقای ظهوری. ممنون. نظرتون در مورد برنامه سیزده بدر و فعالیت بختیاری امروز چی هست؟ خیلی خوب بود، من خیلی خوشحالم. با وجود هوای نامتعادل ملبورن عزیزان اومدن و برنامه خیلی خوبیه، امیدوارم باز هم شرکت کننده داشته باشیم. بسیار عالی.
خدمت اکبر آقا هستیم، رویال جاینینگ کریتینگ، بهترین آشی که معمولا توی 13 بدر درست میکنن که از مردم پذیرایی کنن. عجب آشی، عجب تدارکات. سلام، حال شما؟ سلام. سالنوتون مبارک، چه لباس قشنگی. سالنوی شما مبارک. میبینم که لباس کردی تنشون. بله. میشه در مورد سلام حال شما؟ خوبستی، ممنونم. لباس قشنگی، لباس زیبای بختیاری. بله، لباس زیبای بختیاری. در مورد لباستون، در مورد بختیاری یه توضیح کوچولو برام بدید. لباس من تشکیل شده از لچک، مینا، پیراهن و دامن قری. ما بختیاری ها قدیم همیشه این لباس تنمون بود، اما الان به مناسبت جشنمون بیشتر این لباس رو تن میکنیم. و آقایونمون هم که میدونید چوغا، شلوار دلید، گیوه و کلاه دارن. بسیار عالی. شما یه دروغ در مورد سیزده بدر به ما میگی؟ همبستگی مردم هم همبسته نیستن. بسیار عالی. شما یه دروغ برای سیزده بدر به ما میگی؟ چه دروغی میشه گفت؟ واقعا بیشتر میتونم میگم راستی رو بیشتر دوست داریم ما، ولی خب دروغ 13 بگیم، ما همدیگر رو دوست نداریم و به همدیگه دوست نداریم محبت کنیم. بسیار عالی، امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم. باز میرسیم خدمتتون. شکر خدا برای وجودتون. ممنونم، متشکرم. حال شما خوبه؟ سالنوی شما مبارک. ممنونم. شما برای 13 بدر اینجا هستین، نظرتون در مورد این جشن 13 بدر چیه؟ عالیه، مخصوصا که بختیاری هست. ما هم بختیاری هستیم، ما پدرم از ایران اومدن و دیگه دیدیم جشن بختیاری هست، خیلی استقبال کردیم. سلام پدر، حال شما؟ خیلی خوش آمده هستید به استرالیا، نظرتون در مورد این جشن بسیار عالیه، دستون درد نکنه، خیلی هم جالبه. بسیار عالی. شما یه دروغ برای سیزده بدر به ما میگید؟ چه دروغی بگم؟ بچه هامو کمتر اذیت میکنن. خیلی ممنون، امیدوارم بهتون خوش بگذره، به شام خوش بگذره پدر. خیلی ممنون، خیلی ممنون. سلام، حال شما؟ خوبی شما؟ ممنونم. سیزده بدر امروز به شما خوش میگذره؟ بله خیلی. یه دروغ در مورد سیزده بدر به ما میگید؟ یه چی ببخشید؟ یه دروغ در مورد سیزده بدر. دروغ نمیدونم، بلد نیستم راستش بگم. شما یه دروغ در مورد سیزده بدر به ما میگید؟ دروغ من میخوام برم ایران. یه دروغ. آمین که به واقعیت بپیونده. آره. تشکر میکنم از گروه بختیاری‌ها، امروز خیلی خوبه، همه چی عالی، دستشون درد نکنه. امیدوارم بهتون خوش بگذره. خیلی ممنون. مرسی. مبارک. سلام عزیزم، حال شما؟ خیلی ممنون. چه خبر؟ میبینم که حسابی خرید کردی. بهتون خوش میگذره؟ خیلی عالیه. یه دروغ در مورد سیزده بدر به ما بگید. اصلا اینجا خوب نیست. مرسی، ممنون. خوش بگذره. خواهش می‌کنم. سلام، حال شما؟ سلام. سالنوتون مبارک. سالن شما مبارک. جشن سیزده بدر به شما خوش میگذره؟ خیلی ما تازه رسیدیم. میشه لطف کنم یه دروغ برای سیزده بدر به ما بگید؟ یه دروغ برای سیزده بدر. استرالیا اصلا کشور خوبی نیست، سعی کنید بهش مهاجرت کنید. خیلی عالی، خیلی متشکرم، امیدوارم بهتون خوش بگذره. سلام پدر، حال شما؟ خیلی ممنون، تشکر از شما. سالنوتون مبارک، امیدوارم که امروز سیزده بدر به شما خوش گذشته تا الان. خیلی ممنون، سالنو شما مبارک باشه، سال نو تمام ایرانی ها مبارک باشه، تمام مهاجران و سال نو شما مبارک باشه. خیلی ممنون. سلام مادر، حال شما؟ حال شما خوبه؟ ممنون. سال نوتون مبارک. همچنین مال شما. نظرتون در مورد جشن سیزده بدر امروز چیه؟ سیزده بدر عالی، کاش که ایران هم همین تو باشه. خدا رو شکر. شما میشه لطفا برای ما یه دروغ برای سیزده بدر بگید؟ نه اینه نمتانم.
البته ما مهمانیم، به قول مدرس 4 ماه اومدیم، داریم هفته دی آینده ان شاء الله میایم ایران. خب خیلی خوش اومده هستید، امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه و امیدوارم امروز لذت ببرید. استفاده کردیم از این برنامه‌ای، واقعا خیلی خوشحال شدیم ایرانی ها اینجا مراسم ها رو زنده نگه می‌دارن و خیلی خوشحال شدیم واقعا. برای ما که وارسیدیم اینجا اصلا احساس غریبی نداشتیم، نکردیم احساس تنهایی نکردیم، ایرانی ها واقعا استفاده کردیم، هم از مراسم های به قول معروف 13 به در عید نوروزشان و خدمت شما هستم، مراسم های مذهبیشان هم شرکت کردیم، الحمدلله خوب بودن همه ایرانی ها، همین که با هم من همه جا با هم هستم خوشحالیم این شده. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم بهتون خوش بگذرم. خیلی ممنون، تشکر. از ملبورن استرالیا